ممنون از محترم سردار محمد نادر نعیم به نمایندگی از فامیل سردار شهید سردار محمد داود خان احترامانه خواهش مدیم تشریف آورده صحبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمانان عالی قدر، دانشمندان و هموطنان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتتون. بسیار مناسب خواهد بود که در آغاز سخن حضور گرم و صمیمانه یکایک شما را عرض نهاده و از زحمات تمام دستاندار کاران مجلس یادبود 35 سالگرد شهادت سردار محمد داود خان و همه شهدای هفت ثور 1357 تقدیر و تشکر نمایم. حاضرین گرامی، با وجود آنکه مدت 10 سال است که بنده از هجرت برگشته و در وطن عزیز خود زندگی می کنم، با اکثر شما آشنایی دارم، ولی اجازه دهید برای آن عده‌ای که با من شناخت کافی ندارد خود را معرفی نمایم. اسم من محمد نادر نعیم، ولد استاد محمد عزیز نعیم، نواسه سردار محمد نعیم خان، برادر شهید سردار محمد داود خان بودم و از طرف مادر نواسه المتوکل الله محمد ظاهر شاه بابای ملت می باشم. هموطنان عزیز، قضاوت در موارد خدمات و عملکردهای شهید داود خان را می خواهم به دانشمندان، تاریخ نویسان و از همه مهمتر به ملت افغانستان بگذارم. یقین دارم که قضاوت مردم همیشه عادلانه و منصفانه خواهد و حقیقت هیچگاه از چشم تاریخ پنهان نخواهد ماند. اما این نکته را هم نمیتوان که از نظر دور داشت، چنانچه اکثریت ملت افغانستان باور دارند تمام بدبختی های که دامنگیر وطن و هموطنان عزیز ما در این 35 سال گردی سرآغازش از کودتای شوم هفت ثور بود. همه شما می دانید که کودتای هفت ثور شهادت سردار محمد داود خان را به دنبال داشت. مردی که با شجاعت و شهامت درس مسئولیت در قبال دین، وطن، مردم و وظیفه را ارمغان گذاشت و مردانه در لوی جرگه تاریخ 1355 اعلام داشت. هر چیزی که تصمیم ملت افغانستان باشد، حتی اگر به قیمت قربانی جان، مال و اولادم باشد، یقین دارید که دریغ نخواهد کرد. شما و ملت افغانستان می دانید که در جریان کودتای هفت ثور 1357 گاردهای شجاعی ریاست جمهوری حدود 12 سال در برابر کودتاشیان مقاومت کردند، زمانی که یک تعداد از آنها به منظور تسلیمی شهید داود خان داخل قصر گلخانه شدند، با این جواب دندان شکن شهید داود خان مواجه شدند: من به جز از خداوند به هیچ کسی تسلیم نخواهم شد. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! با اظهار این کلمات شهید داود خان یک جا با برادر، همسر، پسران، دختران و حتی نواسه بیگناه 2 ساله خود جام پر افتخار شهادت را نوشیدند. هموطنان گرامی، این روز یک روز شوم در تاریخ افغانستان به حساب می آید که آرامش، صلح و امنیت در کشور عزیز ما را پایان بخشید. آتشی را روشن کرد که شعله آن تا انوس هم درگیر هموطنان ما می باشد. چنانچه قبلا اشاره نمودم، شهید داود خان با مقاومت و تسلیم نشدن در برابر کودتاچیان و قربانی کردن خود و فامیل، جهاد مقدس ملت غیور افغانستان را در برابر ایدئولوژی کمونیستی و اعمال داخلی و خارجی آن اساس گذاری نمود. جهاد مقدسی که منجر به از بین رفتن مفکوره ناکام کمونیستی و از همپاشیدگی ابرقدرت شوروی بود. هموطنان عزیز، بیایید که در این روز و در این مجلس که به یادبود شهدای بلامقام هفت ثور ترتیب گردیده
برای همه شهدای راه آزادی و جهاد افغانستان و شهید داود خان اتحاف دعا نمایید. با نمایندگی از فامیل شهید داود خان میخواهم بازماندگان تمام شهدای افغانستان تسلیت بدهم و اطمینان میدهم که ما خود را از آنها و در غمشان شریک میدانیم. هموطنان عزیز، با استفاده از فرصت مناسب است که این موضوع را مطرح نماییم که اگر شهید داود خان امروز حیات می داشت و حالت نابسامان کشور را مشاهده می نمود، چی پیامی برای ملت افغانستان ارائه می کرد؟ بنده به این باورم که شهید داود خان در همچی یک حالت بدون شک همه را به عفو و بخشش، مدارا و تحمل دعوت می نمود. با یقین ملت افغانستان را به تفاهم و وحدت ملی وامی داشت. خونریزی و برادرکشی را به هر نام و نشان خلاف موازین دین مقدس اسلام و منافع ملی دانسته، صلح و صفا را یگانه را برای آینده بهتر و رفع نیازمندی های کشور ما می دانست. جوانان را با ایمانداری و وطن دوستی و امانتداری و زنان و دختران را به مشارکت در برنامه های سازنده و حفظ شخصیت و هویتشان تشویق میکرد. در آخر باید بافزایم که متاسفانه آنچه امروز در کشور رخ میدهد مایه نگرانی همه ما است. ما امروز کسانی چون شهید داود خان را با خود نداریم که قاطعانه عمل نموده و از مشکلات روزافزون این کشور بکاهد. اما در عین حال باید خاطر نشان کنم که یگانه راه بیرون رفت از این بحران این است که دست به دست همدیگر بدهیم و قاطعانه در برابر خدا و رسول برای خدمت به این کشور و ملت ضریریده تعهد نماییم و در راستای تحقق آرمانهای عالی و ارزنده شهید داود خان تلاش کنیم. بنده برای خدمت به مردم و کشور عزیز خیش آماده بوده و در این را از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نخواهم نمود. باید بدانیم که راه شهید داود خان و همه شهدای آزادی استقلال کشور ادامه دارد. تل دوی افغانستان، جوندای دوی افغان ملت او ملی وحدت و من الله توفیق.